چی اول چی آخر امی جاب مراد نکنیم مسلمان خب باید جاب باشه چی پیش چی حال مراد نظر به عملی نشان میدم اینی دوای پیشکاری مزه من مریض هستم 5 ماه 6 ماه کرای خانه دسرم تب خوردگی است اینی دواست اینی پیشکاری است ایتن بیا از من یک سوال کنه که تو چی خدمت کنم در تو مسکین هستی بیچاره هستی زمان جمهوریت ای تو بود که امی کل پلیس و عسکر و اردو و کماندو همه هم فرزند خود وطن بودن لیکن بخش از نه از امی دین اسلام کسی نبود که بخش از نه یک چیز آگاهی بوده یعنی او زمان از دید شما نظامشان اسلامی نبود نظام کرای خانه را نتیم جلو ما نمیگیره در پشت ما میپرده من پروای نان هم ندارم خیر یک برگ مرگ آدم پیدا میکنه اینقدر مردم سودان جنوبی که برگ خورد خیر نیت ما یک ذره برگ خوردیم در گلستان ادب آموزگارم مادر است بعد رب العالمین پروردگارم مادر است من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم اولین مشوق من در روزگارم مادر است سلام بینندگان عزیز امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال بوده و از گزند روزگار در امان الهی قرار داشته باشین باز هم امروز ما محمد زمین نوری در چوک کابل آمدیم که از حالات و وضعیت زندگی مردم و شرایط چگونه است خرید و فروش است سودا و فروخت است یا نیست آمدیم که امروز با همشهریان ما امروز مصاحبه داشته باشیم و گفت و شنود داشته باشیم ببینیم که حالات و شرایط اینا در کدام حالات قرار دارن ما را بیننده باشین بینندگان عزیز بله اینجا قسمی که میبینیم چهار طرف همگی مصروف دکانداری و خرید و فروش هستن سلام برادر خوب هستن سلام علیکم خوب هستن برادر طرف تصویر ببینین که طرف تصویر که طرف کامرا ببینین نامتون فارسی نمیفهمید فارسی نپیگه نوم دی چی شده چا کمری خواتم لگ لگو گوره ولی چه والت در خایسته چهره ده پا تصویر گرشی نوم دی چی شده نوم دی غوث الله دلتا چی شده تا خرچوی دلتا اگه دی جوار دی خستی دی نور چی خرچوی دلتا دی خستی دی جوار دی او دیر خب کاروبار چنگ ده شکر دا گزاره کهی گزاره کهی یعنی دوره ز څومره ګټه کوي ته 2300 بیا غو 2300 روپۍ بیا د سکم شي کیږي درته مثلا کوټه او لاسنې ډوډۍ یا پینځدان ډوډۍ یو څه رقم بس گزاره کوي شکر ډیره مننه bale بینندگان عزیز برادر ما بودن غوث الله جان که مصروف فروختن جواری و خسته بودن و گفتن که از کاروبار راضی هستیم اینجا کاکا هست که بسیار جانانه چای خورده رئیس سلام علیکم کاکا جان شما خوب هستین ستار خوب بخیر نامتون چی هست کاکا که من اینجا بشینم پالید محمد جان محمد جان کاکا محمد جان بر ما بگو که اینجا چی کاروبار میکنی خودت اینه میشه و میپروشم یا فروشی میکنم تنها سیب هست چطور از بازار سیب یه با مزیش نیست ای سیب از کجا آوردن از سیب کدام ولایت است نام خدا ولایت های ما شما خود میدانشار از میدانشار میدان وردک میدان وردک بسیار خوب بازیر از سیر چند میخرین سیر چند مفروشین ظلم خو نمیکنن دق مردم نه ظلم خو بیخی نمیکنیم خو اونجا که ما را دکه بیتیم ما مردم را دکه میتیم قسمه که آلات و ایگپا برتون معلوم است نام خدا از روز که امارات اسلامی آمده حجاب و امی زیادتر روی امی موارد ها پافشاری میکنن شما چطور است؟ راضی هستن از همچون موارد؟ نه چطور نه و دو رقم که بود حال شکر میکشم بردار که مردم به حجاب شده مردم به چی شده به راحت شده یک آدم اونجا می برد یک تلفنش می گرفت اونجا می کشید باز ای تو کدام پیام اگر داشته باشین برای بینندگانمون که شما را میال در تصویر دیده رو ایستن نه ای تو راست که بیاد در بخ پیام ما میست کل شهرامیست بیاد در رای ماست سر تا سر افغانستان کل بیاد در رای ماست اگزار است ازبک است تاجک است کل ما با هم بیاد در است بسیار در تشکر اون متفقه در امریکان داخت که تو ازار است تو ازبک است تو افغان است خب کاکا جان اینمی تفرقه و ایگپا خب برادر کشی را در میان انداخت اینمی موضوعات خراب ساخت برادر با برادر دشمن شد دگه ای که مثلا از روز که خودتی جمعی و فروشی میکنی و آلات چقدر تغییرات آمده چقدر تغییر کرده خیلی زیاد تغییر کرده مثلا چی ها تغییر کرده هر چیز هر کی به زنا به جواب است یک آدم برای تر شو میره روز میره کس چیزی نمیگه که کجا آمدی و کجا میری
شما را خوازار اذیت نمیکنه. نه بالکل راحت به کار و بارتون میرسه. راحت به کار و بار ما. باز روزانه ای چقدر مفات میکنی کاکا جان؟ که مفات نسوخه ما مقب میکنیم که را پاس میخوریم. یعنی یک ددانه نان خوشایند خانه برده بتونی. شکر تشکر. بله بینندگان عزیز، کاکا بودن که اینجا سیف فروشی میکردن. بله بینندگان عزیز، در ادامه برنامه قرار داریم و اینجا امرو با یکی از خالای ما یا خواهر ما یا مادر ما خواستیم که صحبت بکنیم در مورد حجاب و در مورد اوضاع فعلی. سلام علیکم مادر جان. خوب هستی جان؟ تشکر، سلامت باشین. مادر جان در مورد چی برام بگین که امروز به خاطر خریداری بیرون شدن یا کدام کار داشتین؟ چطور همینجا اومدیم؟ یک کمکی که در بازار سودا میگرفتیم به خاطر بچی ما زیاد علاقمندتون باشه، یک مصیبه بتیم تا ما من اومدیم. آله بچه‌ها که تانم صدا میکنیم که بیان در مورد ازی برام بگن که در این روزا موضوع حجاب بسیار زیاد بالاش فشار است. آیا در گذشته حجاب نبود یا فعلا که از تنا فعلا است؟ چطور؟ بله مسلمان خواستیم چی اول چی آخر امی حجاب مراعت میکنیم. مسلمان باید حجاب باشه، چی پیش چی حال مراعت ما امی حجاب است. امی پافشاری هایی که در این روزا بسیار کار سخت جریان داره در این بخش، آیا قبلا این تو یک چیز نبود یا در گذشته چطور بود وقتی که قدر پافشاری فعلا جریان داره؟ از اول هم امی حجاب بود، حالا هم امی حجاب است. اگر مسلمان که بودی خود چی پیش چی حال ای دوران او دوران کلش به ما مسلمان هستیم حجاب باید باشه. با او یک تعداد از خواهرای ما که به حجاب میگردن و او یک تعداد که حجاب رعایت نمیکنن، اگر کدام پیام داشته باشین برشان شاید هم یالو بیننده باشن. باید رعایت کنن که باید حجاب داشته باشن. بسیار تشکر. خوب چیز است. شما هم تشکر. بسیار تشکر. امروی بچه یک تانم مصاحبه میکنیم. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. تشکر، سلامت باشی. در مورد ازی برام بگو که امروز اومدی امروی مادر جان برد مونپلی خرید، چی چیزا گرفتی؟ ای گشنی و چیزا گرفتیم که مونپلی میریم آل خانه. یعنی به خاطر چاشت اومده ای گرفتن؟ آه بنا به خاطر چاشت. صنف چند مکتب هستی خودت؟ من صنف پنج هستم. صنف پنجی، تو کدام ترانه کدام شعر بر ما یاد داری که بر بینندگان ما تقدیم بکنی؟ آه دیگه جفش نیست، کم یاد دارم. اما کمش بخوان بر ما. مادر مهربانم، دوست دارم از دل جانم، شب و روز قدما بودید تا که ما شدیم کلان، خواهر کلانم نامش از بر زبانم، حالا که داری میری مرا فراموش نکن، تو امریکا یا هر جا دلم از با شما یک جا. بسیار زیاد تشکر. برای همسن سالات کدام پیام داری برای کسایی که همسن سال خودت از امیال بیننده هستن؟ نه ندارم. بسیار زیاد تشکر. شما هم تشکر. بخیر باشین. بله بینندگان عزیز مصاحبه میکنن، بیاین اینجا امرو یک برادر ما. سلام علیکم، بیایی طرف استاد چو که سرک بند نکنیم. نامک مقبوله؟ ابراهیم. ابراهیم جان در مورد ازی بار ما بود کیجا مصروفی چی کار هستی خودت؟ مساله دیگ میفروشیم دوجا. مساله دیگ میفروشی؟ بازی تو ارزان بخری باز قیمت بفروش سر مردم خود ظلم نمیکنی؟ نه رقمی نمیکنم. در این روزا کاروبار چطور است؟ شکر است میگذره، روز 1900 میشه. نام خدا، نام خدا. 1900 روپه بسیار یک پول بالای است. فایدهش نه، کلا پولش دیگه. خب فایدهش بگو، فایدهش چقدر است؟ فایدهش 1300-200 میشه. فایدهش 1300-200. باز در خانه چند نفر کار میکنن؟ چند نفر مصروف کار هستن؟ من هستم امرای بیادرم. بسیار خوب. در این روزا مکتب هم باز میری کورس؟ به نظر مکاتب رخصت است. مکتب نمیرم، قرآن کریم میخوانم، او را ختم کردیم کتاب میخوانم. مکتب چرا نمیری؟ مکتب ول نمیرم. به خاطر رخصتی نمیری یا ترکش کردی؟ ترکش. نه نام خدا، سعی کن چقدر مقبول گپ میزنی. دیگه مکتب تا بخوان دوباره. از صنف چند مکتب ترک کردی خودت؟ صنف دو بودم. صنف دو. حالا اگر پس دوباره شروع کنی، نظر به استعداده که من میبینم، نام خدا، من مطمئن هستم از صنف 4-5 دوباره میتونی که شروع میکنی مکتب. بخیر. بخیر. یه تو کدام ترانه یا کدام چیزی برای ما داری که برای بینندگان ما تقدیم بکنی؟ تو بخوان. در گلستان ادب آموزگارم مادر است، بعد رب العالمین پروردگارم مادر است، من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم، اولین مشوق من در روزگارم مادر است. میگه ساعت روز جزا آمدنش بیخبریم، همه وقت و شب و روز در طلب سیم و زریم، سرمایه ما از این جهان یک کفن است، این هم به گمان است که بریم یا نبریم. بسیار تشکر، موفق باشیم. بله بینندگان عزیز، برادر ما بودن که بسیار یک شعر مقبول را بر ما خواندن و
همراه ما صحبت کردن و گفتن که بعد از این مکتب هم میخوانیم و این تعداد زیاد از دوستان ما مصروف کاربار هستن و شما رو دعوت میکنم با چند تصویر همچنان برنامه ما ادامه دارن. بله بینندگان عزیز، در ادامه برنامه قرار داریم، آمدیم طرف بازار مردم که ببینیم اینجا آلات چطور است، مردم از کاروار راضی هستن یا نه و اینجا مصروف چی کارا زیادتر می باشن. میریم امروی هموطنان ما گفت و شنود می داشته باشیم و ببینیم که چی میگن و ما ازشان چند پرسانو که میکنیم چی پاسخ میتن. سلام برادر، خوب هستن؟ صحتان خوب بخیر؟ جوره اوروره؟ شکر الحمدلله بخیر هستن، صحتان خوب. شکر. فارسی کردت گپ بزنیم یا پشتو؟ فارسی گپ بزنیم. بسیار خوب. اینا فارسی و پشتو خو مشکل نداره خو امو زبانه که خودت راحت باشی. فارسی گپ من فارسی بهتر. نامتن؟ صفی الله. صفی الله جان، بر ما بگو که اینجا اومدی، این منطقه را شور بازار میگن به نظرم. بله. این یه مصروف چی کار هستی یا اینجا اومدی به خاطر مال چطور؟ نه اینجا من خودم از خانه کارت نه واسه اینجا کمشار کار داشتم، باز دوباره اینجا اومدم دیگه به منطقه. یک دم گرفتی، یک ماندگی خدا گرفتی، ماندگی خدا گرفتی دیگه، یک گلاس جوس خوردم اینجا. بسیار خوب، اگه اشتیا داشته باید دشما هم سلامت باشین انشاءالله، باز جوس هم میخوریم. در مورد ازی بر ما بگوین که شما مصروف چی کاروبار هستین، چی کار میکنن؟ من خودم فعلا وظیفه هم دارم در امرالمعروف. بسیار خوب، وظیفه اجرا میکنیم دیگه، فعلا خود همینجا هستم در وظیفه. بسیار خوب. من حیث یک شهروند هم روی ما صحبت بکنین، من حیث یک شهروند افغان، من حیث از اینه که مثلا شما کارمند امارت اسلامی و امر بالمعروف باشین. بله. در مورد خدمات برای ما بگوین، خدمات که در پسانی های یاده یا آخر صورت گرفت، چقدر راضی هستن و از کدام های شما آگاه هستن خبر دارن؟ الحمدلله بعد از امی که امارت حکومتی که نو تشکیل برپا شد، الحمدلله خیلی تغییرات آمده، هم در حساب نظامی ما هم در حساب ملکی ما. فعلا اگر افغانستان در زمان قبلی که بود، در زمان جمهوریت، بسیار حساب نظامی شان که از او پیش هم داخل خبر داشتیم خیلی مشکلات زیاد داشتن، به حساب نماز خواندن، نماز نمی خواندن، تلاوت قرآن نداشتن دیگه، بخش از اونها درسی عقاید اسلامی گفته نمی شد، برای از اونها تعلیم و تربیه اعظمی چیزی که از دین اسلام آگهی. یعنی ما شما مسلمان هستیم، به کشور اسلامی زندگی میکنیم، فعلا کشور ما که بنام کشور اسلامی افغانستان به تمام جهان یاد میشه. در اون زمان جمهوریت ایتو بود که همه کل پلیس و عسکر و اردو و کماندو همه هم فرزند خود وطن بودن، لیکن بخش از نا از امی دین اسلام کسی نبود که بخش از نا یک چیز آگاهی بوده. یعنی او زمان از دید شما نظامشان اسلامی نبود؟ نظام بنام اسلامی بود اما داخل نبود اسلامی. فعلا که عالم های شما میبینید در هر ارگان دولتی بر نجا کس درس تعلیم است، حساب تربیهشان یا که درس و نماز و دیگه تلاوت قرآن همیشه در تمام ارگان های دولتی موجود است، وجود داره. الحمدلله از این ما 100% راضی هستیم و همین تو خداوند که از همین حکومت برپا داشته باشه دیگه. حساب ملکی هم خیلی که ترقی کرده، اما حساب سرک و سرک سازی و دیگه حسابی که فعلا داخل شهر ما خود وظیفه اجرا میکنیم میگردیم، الحمدلله خیلی مردم راضی هستن، ازشون گزارش میگیریم. روزانه حمام میره در حمام ها، امروز همه سالمان حمامی ها بود، حمام بود امروز، رفتیم اونا رو هم از اونا پرسان کردیم، گزارش گرفتیم اونا. بعضیشون الحمدلله ابراز نگرانی خوشی میکنه از ما، و بعض دیگرشون که یک مشکلات هست بسیار کم مانده، الحمدلله باز در این فرصت انشاءالله حل میشه. بسیار خوب. در مورد از این برما بگن که امی روزا پافشاری بالای حجاب و به حجابی بیش از حد زیاد است، از دید شما این طرز العمل را که امارت اسلامی پیشه کرده، آیا از دید مردم هم مردم راضی هستن یا نیستن، یا مثلا این طرز العمل نتیجه مثبت میده یا نمیده، چطور؟ انشاءالله به انقریب انشاءالله نتیجه مثبت میده، انشاءالله خواهد نسبت انشاءالله نتیجه مثبت خواهد داد. به این که 20 سال یا 22 سالی که کشورهای 45-46 کشور کفری فیلحال خودشان اینجا موجود نبودن، لیکن از طریق شبکه کار میکردن، اونا را مردم که یک نسل ما فعلا یک نسل ما شما که در 22 سال یک نسل تربیه میشه، یک جوان میشه، وقتی که طفل در 22 سال کلان خودش عقل و همه چیز به خود میگیره، اینا طور تربیه شده بودن که در اینا همه رقم
درس داده میشه. همین رقم اینا طرز و طریقه را که بیرون میبرم مردم میدان در خانه می رقم تلویزیون که از تلویزیون تقلید ما مکمل تلویزیون بود. چیز نبود که ما دما یک چیز از آگاهی از دین داده میشد. اینا تربیت اسلامی میشدن. فعلا الحمدلله تو هم نیست که مکمل چی باشه. الحمدلله دستور کشور همسایه کرده 90% 85% الحمدلله بازم خوب هستن. ان شاء الله رعایت حجاب کردن. این هم که مسئله درباره مسئله حجاب گفتم اینا هم ان شاء الله به زودترین فرصت به تمام افغانستان ان شاء الله برپا میشه. پس کل اگه ان شاء الله با حجاب میشن. بسیار عالی. یگانه امارت اسلامی امیر پیشه کردن که امیر فعلا ما 3 روز پیش سمینار داشتیم. همین بزرگا که از تمام ولایت افغانستان 14 نفر بودن، هم شیخای کلان در وزارت توجه با ما سمینار دادن. شما کار شما می است که شما توصیه مردم توصیه بکنید، مردم سخت گیری نکنین. هیچ فرد شما حق ندارین با مردم رفتار زشت بکنین یا امره از اونا طور رویه بکنین که رویه نامناسب باشه. بله ولی فعلا ما دیگان مال سباس کم که تسقر است دیگان تا دیگان عکس العمل نشون میده. بازم بسیار اونا پافشاری با می کردن که توصیه شوه مردم هیچ بهش گونه که مردم ملامتی نکنه که را کش کده باوزه بیارین یا یک کش کده را با سرانوالی معرفی بکنی. شما نه سرانوال هستین و نه که عوضه است، هیچ کس نیست. فقط یک توصیه شنه این بود که شما اینا رو توصیه بکنین، فقط بعد از اینکه از اینا خلاص بشین شما از اینا بگوین که خسته نشده باشه دقیقه وقت زیاد. در لا بلای سخنانتان گفتین که مثلا در نظام قبلی بنام اسلامی بود اما در داخل اسلام نبود. و آیا از دید شما اینمی برخورد را که امارت اسلامی همراه با خانما و خواهرای که فعلا انجام میتن این برخورد را، ای از نظر اسلام خوب است یا از نظر اسلام امیت یک چیز است یا نه؟ بله الحمدلله آیات قرآن کریم در جای بسیار متعددی برخورد ما بر شما گفتم دروست. برخورد امارت اسلامی، برخورد امارت اسلامی با همراه خواهرا ای هم مناسب فعلا یگان تا چی نکنیم علامت که مثال یگان تا است رفتاری بد میکنه برای مکمل ایره ما تعلق به امارت اسلامی بتیم یا ای که ایره تعلق به دین اسلام بتیم. او تعلق به خودم شخص تعلق داره که او چه قسم قطعی رویه کرده. امارت اسلامی هم میخواه کمی اسلام کس به طور کامل به مردم برسانه. الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم میفرمایه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. وقتی که ای مردم کسایی که شما مسلمان آمنو بونید جمع است همه شما که ایمان دارین در اسلام مکمل داخل شوین، طوری نباشین که ظاهر ما اسلامی باشه داخل اون پرست فساد باشه. وقتی که ظاهر رو باطن ما باید مکمل کاملا اسلامی باشه، آرسته با لباس اسلامی و جامعه اسلامی. بله همین تو اسلام همین تو یک دین پاک و صاف همین تو انسان میخواه. بسیار تشکر. اگر کدام پیام داشته باشین سلامت باشین. تشکر باشین. پیامی هم دارم برای ملت عزیز ما، برای هموطنان عزیز ما، به این که امارت اسلامی در 2 سال به همگی مشاهده کردن در تمام جاهای سرکسازی وجود دارد، در دیگر ارگان دولتی باشه هر جا کار روان است. انشاءالله شما هم از این که خسته نشوان، انشاءالله باز در این فرصت اقتصاد هم خوب میشه. فعلا کس شاید شما از ما بیشتر خبر داشته باشین در کل جای کار روان است با شرکت ها. بله انشاءالله کسی باز زودتر قریب فرصت انشاءالله تمام مشکلات حل میشه. اندک لیکن کمی صبر کار داره. صبر صبر پیشه بکنن انشاءالله خوب میشه. بله بسیار تشکر. تشکر. بخیر باشین. بله بینندگان عزیز، خوشبختانه با یکی از کارمندان امر بالمعروف عن المنکر سر خوردیم و امروشان گفته شنود داشتیم در مورد اوضاع و حالات فعلی. ما را بیننده باشین بینندگان عزیز. بله بینندگان عزیز در ادامه برنامه قرار داریم و قسمی که شما میبینین 4 طرف برادرای ما هموطنای ما مصروف کار و بار هستند، مصروف خرید و فروش هستند. میریم امروزشان صحبت میکنیم که وضعیت و حالات چطور است و فعلا در کدام شرایط قرار دارن و چگونه از کار و بار. سلام علیکم کاکا جان. علیکم سلام پدر جان. خوبتن جان؟ بخیر کاکا جان. نامتان چی است؟ نام من محمد جان است، باشنده شهر کابل نایه اول. کاکا جان اینجا چی کارو بار میکنن شما؟ یعنی می سامانه کار سودا میکنن. خب باش خیمان پالید بشینم که اردی ما قصه بکنیم. خب بسیار داد ببخشین. خدا ببخشتن. چطور از خرید و فروش، بازار، کاروبار؟ با
والا شکر است الحمدلله ناشکری خدا نشه مقصد کل گپ سر قناعت است انسان قناعت کنه خدا هر چیزه برای آدم مشکل است قناعت سبب سعادت است بالکل بالکل بسیار خوب در مورد حالات بگوین در امروز ها موضوعات بی ایجابی و گپا بسیار زیاد سرش فشار است و باید همگی با ایجاب باشه و ایران ما شما میدانیم که عورت تنها به خاطر خانمان است به خاطر مردو هم است در گذشته چطور بود فعلا چطور است در مورد ازی بر ما بگوین طبعا خوب از این کار ما بسیار خوش هستیم ایجاب چون که بدر چیزی که همه شرط و شرایط قانون و اسلام از بعد انسان رو مراعات کنه ما شما شکر الحمد مسلمان هستیم ملک ما مسلمان است الحمدلله ما در این کار ما از امارات بسیار خوش احساس خوشی میکنیم بسیار برای مردمی که یک کار نیک است یک کار پر افتخار است با ما مردم مثل که در گذشته ما فساد فحشا و ایگپار زیاد داشتیم از دید شما یا از نظر شما چقدر کم شده از روز که امارت اسلامی آمده؟ والای خود طبعا تقریبا به حساب 100% کم شده چون که یک تعداد است بازم جلوش فضل خدا گرفته شده الحمدلله شکر تشکر زنده باشین اگر کدام پیام داشته باشین کمره ما در خدمت زنده و سلامت باشین از این لطفتان بسیار زیاد تشکر میکنیم آرام برقرار باشین دکار و بارتان برکت بخیر باشین بله بینندگان عزیز برادر ما بودن که مصروف فروختن وسایل ساختمانی بودن دیگه اینجا دیگه دوستای ما هم هستن که مصروف کاروبار هستن سلام علیکم برادر خوب هستن سلام علیکم بیادرم خوب از قراری هست از من خیر خیر سلامت بخیر باشی بیادر جان قند اینجا چی خودت به فروش میرسونی اینجا لانه قندم اینجا منتور به فروش میرسونم اینمی دایم اینمی کاروبار ما بوده ما مابین سرک هم نیستیم دلابی سرک هستیم بیخی کناری سرک هستیم یعنی چند خط دیگه از ما که پیش کراچی هست یایی تو یک کاری میکنن که میان از نظر به عملی نشان میدم اینی دوای پیشکاری مزه من مریض هستم 5 ماه 6 ماه کرای خانه دسترم تب خوردگی است اینی دواست اینی پیشکاری است ایتن بیا از من یک سوال کنه که تو چی خدمت کنم در تو مسکین هستی بیچاره هستی من دیگه هیچ راه و روشنی ندارم در 32 ولایت افغانستان یک بلیط جای هم ندارم که من بگم که از یک سنایید میاد اول خدا و اینمی کراچی است از پشت اینمی کراچی یک لقمه اگروزی از علای پاک خوش هستیم برمان میتاد نمیجرم ما از کلانای امارت اسلامی خواهش میکنیم که اول خدا و سر ما یک لطف روشنیشانه بکنه اینقدر ما را بگو اذیت آزار نه ما چی کنیم کدام وظیفه ما نداریم کدام کار بار دیگه ما نداریم از ما خو اینمی کار غریبی و بیچارگی و رنگ زردی و اینمی را جور میکنیم میاریم در شهر به فروش میرسونیم به خاطری از نان مال تیر اگر کرای خانه را نتیم جلو ما نمیگیره در پشت ما نمیپرده من عمل خودی من 6 ماه کرای خانه قصدار هستم پروای نانم ندارم خیر یک برگ مرگ آدم پیدا میکنه اینقدر مردم سودان جنوبی که برگ خورد خیر نیت ما یک ذره برگ خوردیم خب مشکل در اینجاست که نه خیمه دارم نه دیگه دارم من خانه ایمان میکنم و کرای خانه را پیسیش پورا کرده نمیدونم خب ایتی یک موضوع است که دلیلش اینمیست که بیادر قندم ما در بغل سرک هستم من مریض هستم من زود گریخته نمیتونم من زود گیر میایم واقعیتش مردم ها ایسوسو گریخته میتونه از من این آو هست روغن هست اگر خود ایسوسو شور بودم خدا نخواسته من میسوزم یا یکی مسلمان دیگر را میسوزنم گفتم برات من چند رقم درد دارم کمرم عملیات است زوری از این کراچی را من ندارم ایسوسو بکنم مشکلات بسیار دارم این همیل حاضر اگر برشان بگوین که مثلا بر شما یک مکان مناسب را تعیین بکنن یا مثلا یک جای را بر شما در نظر بگیرن که شما برن راحت و آرام کار خود پیش برن تا چی وقت مثلا این پیش برن؟ ملازین خودتان مشاهده کنین که در سکت مابین سرک این سرک ها لاغر بند است از خاطر نمی گدوادی اگر ما در میلابی سرک ما یک خطی سیر را گرفتیم بخی در کناری سرک هستیم میلابی سرک این امیل خودتان فیلمی تونه دور بودین اوسن سرک ها بند است خب نمی گدوادی را اگر در حقیقت بگویم نمی با قصد جور میشه خب این حال اگر شما مثلا ایجا خود جای خرید و فروش هست مگم اگر شما یک جای را که مثلا میشه که یک گوشه را انتخاب بکنن چطور؟ این همی گوشه هست ما از اینجا دیگه کجا بریم خود اینجا خود سرک میشه بیادر جان لبی سرک هست بیادر جان لبی سرک هست این گوشه سرک هست ما نمیگیم که نیست مجبور هستیم
از مجبوری. اگر ما بفهم که بخیه میشه را پاک میکنه خیر بهتر کنه، صبر خدا را کنه میشینیم خو یک پنج رقم یک کلی گیره گدوات میکنه، پس ببینی که موبایل سرکا بند است. ای تو کدام پیامه یا کدام گپ اگر برای کسایی که شما را بیننده هستن اگر داشته باشی کمره ما در خدمت. همین پیام دارم که خدای پاک خیر پیش کنه. دویمی دیگه می پیام دارم از کلانای امارت اسلامی، اول خدا و سر همین مردمی مظلومی بیچاره بیم کار خوب کار خدا بکنیم. خدا مهربان است بیادر. بسیار تشکر. تشکر بخیر باشین. بله بینندگان عزیز، قسمی که شما در تصویر دیدن برادر ما بودن که گله و شکایت داشت از مسئولین که یارا اجازه نمیتن به خاطر اینکه آزاد کارشون را پیش ببرن.